شیمی درمانی دارویی است که برای درمان سرطان ریه به کار می رود و بیشتر معمول است که از طریق رگ بازو با سوزن تزریق می نماید. گویند که برخی از اوقات ممکن است به صورت قرص هم داده شود. طرز کار آن اینطور است که به یاخته های در حال تکثیر و ایجاد یاخته های نو حمله می نماید. این دارو در این جریان مداخله کرده و سلول سرطانی را می کشد چون به یاخته های در حال تکثیر حمله می کند. می تواند همچنین به یاخته های عادی هم حمله نماید و این امر باعث ایجاد عوارض جنبی می شود که می بینیم. اولین باری که من شیمی درمانی داشتم بسیار وحشتناک بود. من نمی توانستم غذا بخورم. حالم واقعا بد بود. برخی از افرادی که جراحی سرطان ریه داشتند پس از عمل شیمی درمانی دارند. شیمی درمانی کمک می کند یاخته های سرطانی باقی مانده از عمل جراحی را رفت و روب نماید. دوز پایین شیمی درمانی برخی از اوقات در دوران درمان همراه با پرتو درمانی هم تجویز می شود. چون نشان داده شده که دو درمان با هم می تواند بهتر از پرتو درمانی تنها مؤثر باشد. دکتر بال به من گفت در استرالیا ما دوست داریم پرتو درمانی را همراه با شیمی درمانی به طور توأم بدهیم. ما دریافتیم که این کار بهترین نتیجه را می دهد. ولی او گفت این اقدام شدیدی است و شما حالت تهوع پیدا خواهید کرد. وقتی من شیمی درمانی داشتم، بخت با من بود. من علائم چندانی نداشتم. موهای من نریخت. من حالت تهوع نداشتم. ولی من اضافه وزن پیدا کردم. مورد سوم که در آن شیمی درمانی به کار می رود، وقتی است که شخص بیمار دارای سرطان پیشرفته بی درمان باشد. ما از شیمی درمانی استفاده می کنیم تا کوشش کنیم سرطان را کوچک کنیم و علائم و کیفیت زندگی شخص را بهبود بخشیم. شش ماه شیمی درمانی به آن بدی نبود که من تصور می کردم. برای دو یا سه روز حالم بد می شد ولی خودم را وادار می ساختم تا سگم را برای قدم زدن ببرم. با آنکه این پیاده روی شامل دور زدن پیرامون کوچکترین محدوده در محل بود. اثر عوارض جانبی شیمی درمانی که افراد بدان دچار می شوند بسته به نوع دارو متفاوت است. یکی از عوارض جانبی ریختن موهاست که در مورد برخی از داروهای شیمی درمانی می بینیم. سایر داروها باعث کم شدن مو یا در سایر داروها بی اثر بر ریختن مو می باشند. سایر عوارض جانبی معمولی شامل بیحالی، خستگی، مشکلات گوارشی، از قبیل یبوست یا اسهال می باشد. شیمی درمانی باعث می شود که دهان شما بدمزه و بینی شما بوی غریبی پیدا کند. مانند احساسی که زن حامله هنگام خوردن چیزی دل به همزن خواهد داشت. یکی دیگر از عوارض جانبی حالت استفراغ یا استفراغ است. برخی از داروها بیشتر از سایر داروها احتمال دارد که این اثر را داشته باشند. اگر بدانیم که چنین چیزی محتمل است، ما برای جلوگیری از وقوع آن دارو تجویز می کنیم. ما بعضی از داروها را در روز پیش از شروع شیمی درمانی می دهیم و قرصهای اضافه به آن می دهیم که به خانه ببرند و برای مدت دو روزی پس از شیمی درمانی آنها را میل نمایند. من بسیار حالم بد بود و حالت استفراغ و خستگی داشتم ولی تنها این وضع 3 یا 4 روز دوام داشت و بعد خوب می شدم. ما به افراد توصیه می کنیم که هر گونه علامت ایجاد عفونت را زیر نظر داشته باشند زیرا شیمی درمانی به طور موقت میزان شمارش گلبول‌های سفید خون را که معمولاً با عفونت در بدن آن شخص می جنگند پایین می آورد. ما از افراد می خواهیم که خود را زیر نظر قرار دهند و تبسنجی در خانه داشته باشند و به طور منظم تب خود را تعیین کنند و فوری با دکتر یا بیمارستان خود در صورت داشتن تب بالای 38 درجه تماس بگیرند. خیلی مهم است که راجع به عوارض جانبی خاص خود در مورد داروی شیمی درمانی ویژه‌تان با پزشک خودتان صحبت کنید. اطلاعات چاپی اضافی نظیر نشریات و برگه‌های اطلاع رسانی راجع به شیمی درمانی هم موجود می باشند.